سلام، ما الان زیر طاق منصوریه توی محله لب آب هستیم. البته اون قدیم ما به اینجا میگفتن محله دشتک. احتمالا براتون سوال میشه که چرا امروز اومدیم اینجا. در ادامه معرفی مشاهیر شهر شیراز، یکی از اتفاقای بزرگی که توی شهر شیراز توی قرنای بین 7 و 8 و 9 و حتی 10 هجری قمری افتاده، توی این منطقه افتاده. این محله که الان بهش میگن محله منصوریه، یکی از محله‌های خیلی قدیمی شهر شیراز هست که توی بافت قدیم هنوز آثاری از اون بازارچه‌ها، اون ساختمون‌ها و عمارت‌های قدیمی توی این محله وجود داره. این منطقه که بهش بازارچه منصوریه میگن، قبلا چند تا مغازه مثل کبابی، نونوایی، سبزی فروشی، قصابی و اینها بوده. الان هم به تبع تغییر نیازهای مردم یک سری از مغازه ها تغییر کردن، ولی هنوز اون ساختار محله و ساختار بازارچه سر جای خودش باقی مونده. اما میخوام یه چیز جالبتر براتون بگم. احتمالا برای شما هم سوال پیش اومده که چرا به شهر شیراز میگن برج الاولیا. خب درسته، حتما یک کسایی و یک مشاهیری توی این شهر بودن که به این دلیل به این شهر برج الاولیا میگفته. احتمالا براتون جالب باشه بگم که هر آن چیزی که در حوزه فلسفه و حکمت اسلامی در قرون بین 7 تا 10 هجری قمری در ایران اسلامی اتفاق افتاده توی شهر شیراز هست، در جایی که علما و فضلا با کارهای بزرگ خودشون، با انتشار کتابهای معروف خودشون باعث شدن که این شهر به شهر برج الاولیا معروف بشه. آخر بازارچه منصوری که میریم به طرف ضلع جنوبی، میرسیم به یک جایی که یک آرامگاهی هست که نمیدونم تا الان شما اینجا اومدید یا نه، ولی اینجا در گذشته یک مدرسه بوده به نام دارالشفا و یک شخص ادیب و عارف و بزرگی به نام میر سید شریف جرجانی اینجا زندگی میکرده، تدریس میکرده، که الان آرامگاه ایشون توی این منطقه در انتهای بازارچه منصوریه توی محله لب آب واقع شده. میر سید شریف جرجانی توی شهر استرآباد یا گرگان قدیم به دنیا اومدن و بعد پس از رفتن به شهرهای مختلف به شهر شیراز میان در زمان شاه شجاع و توی مدرسه دارالشفا که توی همین منطقه بوده شروع به تدریس و تألیف آثار میکنم. توی بعضی از اسناد اومده که میر سید شریف جرجانی یکی از اساتید حافظ هم هست، اما احتمالاً بر اساس مطالعات این صحبت یک مقدار جای شک و شبهه داره، و چرا که حضرت حافظ یک کمی مسن‌تر از میر سید شریف جرجانی بودن و تو اون زمانی که حافظ اینجا بودن، میر شریف جرجانی به همراه تیمور به سمرقند میرن و 10 سال بعد به شیراز برمیگردن که پس از اون هم بعد از چند سال حافظ فوت میکنه، و احتمالاً این صحبت خیلی به واقعیت نزدیک نیست.